در تصمیم داریم در رابطه با کرکتر ولیو و کرکتر آفسس صحبت کنیم که اینها هم جزء مواردی هستن که بر روی متن‌های اعمال میشن. ابتدا لازمی که یک کانورسیشن ایجاد کنیم. همینطور که ملاحظه میکنید من کانورسیشنی با عنوان آموزش 365.ir ایجاد کردم. بر روی تکست کلیک میکنیم و این متنی که مد نظرمونه تایپ میکنیم. من از اعداد استفاده میکنم. اعداد 0 تا 9 رو تایپ میکنم و بر روی اینتر بخش حسابداری کلیک میکنم. حالا حرف وی از صفحه کلید رو میزنم تا ابزار سلکت برام فعال بشه بتونم متن رو جابجا کنم. همچنین میتونیم از این قسمت ابزار سلکشن رو به صورت دستی انتخاب کنیم. حالا میایم اینجا در این قسمت در قسمت تکست حالت کاراکتر آفست و کاراکتر ولیو رو داریم. آفست رو انتخاب میکنیم و میاییم تو این قسمت. میبینیم که یک انیماتور برامون ایجاد شده و در این قسمت هم کاراکتر آفست قرار گرفته. کاراکتر آفست باعث میشه که کلمات ما به هم بریزه و به صورت ترتیب دیگه نوشته نشه. جای متن با هم تغییر کنه به این صورت. left or top center right ادجاست که اینها برای مکان متن. در این قسمت هم حالتهای مختلفی رو داریم که در حال حاضر به این صورت برامون نشون داده میشه که حالا هر کدوم از این حالتها رو انتخاب کنیم و این مقدار رو تغییر بدیم متوجه نوع تغییر اون میشه. این در جهت قرار گرفتن متن که حالا تأثیرش رو زیاد متوجه نمیشیم. اما از این قسمت که مقدار فول هستش متوجه میشیم که تغییرات به چه صورتی داره اعمال میشه. که به صورت کرکتر اونجا قرار میگیره برامون و طرف کنم از اونها به صورت یک یونیکود قرار گرفته. با توجه به فونتی که انتخاب میکنیم اونها مشخص میشه. مثلا اگه ما فونتمون رو تغییر بدیم و یک فونت دیگه انتخاب کنیم در این قسمت یونیکود ها هم اینجا برامون تغییر میکنن. به این صورت برامون نشون داده میشن. حالا که دقت کنید در حالت معمول اینها رو نشون ده و اون یونیکود هم به این صورت تغییرات رو میتونیم ببینیم. حالا اگر بیاین روی دکمه عدد و حالت آفست که انتخاب کردیم حالت ولیو رو هم نیز انتخاب کنیم با تغییر این مقدار هم این مقادیر به این صورت برامون ایجاد شد و تونیم ملاحظه کنیم. حالا میخواییم متحرک سازی کنیم. یعنی روی آفست کلیک میکنیم و اونو حذفش میکنیم تا اینکه فعلا با ولیو کار کنیم و ببینیم چطوری میشه اینو متحرک سازیش کرد. در ابتدا میایم برای این مقدار 50 رو در نظر میگیریم. این حالت رو انتخاب میکنیم و حالت ادجاست رو هم در این قسمت انتخاب میکنیم که به این صورت داشته باشه. و حالا بیاییم روی رنج سلیتر رو کلیک کنیم و مقدار این رو تغییر بدیم. به این صورت مقدار استارت رو تغییر بدیم. به این صورت آفست هم که کاری که میکنه اینها رو که حالا مقدار اولیش صفره ما میتونیم اگر این حالت رو بهش بدیم که حالا این رو به این صورت ایجاد کردیم مناسب میدونم که حالا اینجا انیمیت دیگر رو هم اضافه کنیم. حالت ولیو رو که داریم آفست رو هم بذار اضافه کنیم اینجا داشته باشیم و یک مقدار هم به این بدیم و میخوام اینجا آفست هم بدم اما در یک انیمیت دیگه میام توی این قسمت کلیک و حالت آفست رو انتخاب میکنم در یک
انیمیت دیگه برام قرار بگیره. مقدار اون رو به مقدار حالا و در همین اندازه تنظیم میکنم. حالا میتونیم متحرک سازیش کنیم به این صورت. من مقدار 0 تنظیم میکنم تا مقدار 100. کلید 0 از صفحه کلید رو که بزنم، البته اجازه بدید این فریم رو بهش نزدیک کنم تا سریعتر بگذره. در همین راستا بعد از اینکه به این نقطه رسید دقت کنیم. تو این نقطه که رسیدیم در قسمت انیماتور 1 یعنی اینجا هم یک فریم ایجاد میکنیم. از مقدار عددی 100 چند فریم جلوتر مقدار 0 رو بهش میدیم. حالا میایم کلید 0 از صفحه کلید رو میزنیم تا تغییرات برامون اجرا بشه و ببینیم به چه صورتی هستش. این هم تغییراتی هست که با این حالت تونستیم ایجاد کنیم. پس اینجا متوجه شدیم که برای تغییر مود کاراکترهامون میتونیم از کاراکتر ولیو و یا کاراکتر آفست استفاده کنیم. حالا اگر بخوایم توی کار درست دیده بشه میتونیم فونت رو به حالت اولیه خودش انتخاب کنیم که به صورت اعداد باشه. حالا در ابتدا قرار میدیم و میتونیم اینجا ببینیم که دقیقا داره چطوری انگار حالت قرار گرفته که به صورت تصادفی داره اعداد رو انتخاب میکنه. که ما همین حالت رو دقیقا میتونیم برعکس کنیم. یعنی چی؟ یعنی دقت کنید ما اینجا دو جور فریم ایجاد کردیم. این دو فریم رو میتونیم جابجا کنیم، جلوتر قرار بدیم و این دو فریم رو انتخاب و در قسمت اولیه قرار بدیم. من اگر مکان دقیق رو بتونم اینجا تنظیم کنم، پنج. حالا اگر از این کارم اجرا بگیرم، ابتدا همه تغییر کرد و حالا به یک عدد تبدیل شده، سپس یکی که مجدد تغییر میکنند و به حالت دیگه‌ای تبدیل میشن. در حال حاضر برای اعداد انجام دادیم، ولی شما میتونید برای هر چیزی اعمال کنید و اون رو از یک حالت ساده به حالت‌های مختلف یا از حالت‌های مختلف به یک حالت ساده تبدیل کنید.